سلام بچه ها، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز قرار راجع به صفر تا صد اپلای کار در خارج از ایران صحبت کنیم. این نکات در مورد همه کشورها و همه شرکت ها تقریبا صدق میکنه. تو ویدیوهای قبل راجع به رزومه و راجع به لینکدین با هم صحبت کردیم. تو این ویدیو علاوه بر اپلای کار راجع به کاور لتر هم با هم صحبت میکنیم. من یه سری نکات رو نوشتم که خودم در حین اینکه میخوام توضیح بدم براتون فراموش نکنم، چون واقعا مهمه که این اطلاعات جامع و کامل باشه. من معتقدم که یه اپلای خوب 6 تا مرحله داره. این 6 تا مرحله رو خلاصه براتون میگم و بعد بیشتر با هم دیگه راجع بهش صحبت میکنیم. مرحله اول انتخاب فیلد و جاب پوزیشن هایی که شما میتونید براشون اپلای کنید. مرحله دوم اضافه کردن هایرینگ منیجر ها، هایرینگ کمپانی ها و ریکروتر ها به نتورکتون و درخواست دادن به اونها در مورد اینکه اگر شغلی رو مناسب با رزومه و جاب پوزیشن شما دارن باهاتون صحبت کنن و باهاتون در میون بذارن. مرحله سوم کامل کردن رزومه تون بر اساس جاب پوزیشن، همونطور که توی ویدیو رزومه با هم صحبت کردیم. مرحله چهارم آماده کردن کاور لترتون بر اساس جاب پوزیشنیه که میخواییم براشون اپلای کنیم. مرحله پنجم اپلای کردن با یک کاور لتر و رزومه متناسب با جاب پوزیشن. و مرحله ششم فالو آپ کردن، دوباره تماس گرفتن با کی؟ با هایرینگ منیجر و کمپانی در استپ های مختلف. حالا میریم بیشتر راجع به بعضی از مراحل صحبت کنیم. در مورد بعضی از مراحل هم قبلا صحبت کردیم. خب بچه ها، مرحله اول انتخاب جاب پوزیشن و انتخاب فیلده. ولی یه چیز دیگه هم مهمه. چه چیزی؟ انتخاب کشور و انتخاب زبان. شما باید بدونید که تو چه کشوری میخواید زندگی کنید و مشغول به کار بشید و زبان رسمی اون کشور چی؟ مهم اینه که در مورد جاب پوزیشنتون کیورد های مختلف رو پیدا کنید. حتما میدونید که هر جاب پوزیشنی با یه سری کیورد های مختلف میتونه تعریف بشه و فقط یه دونه کیورد واسه یه جاب پوزیشن وجود نداره. بنابراین حتما خوب سرچ کنید تا اون کیورد ها رو بدونید. مثلا اگر بخوام توضیح بدم، ممکنه که شما اگه بخواید برای مارکتینگ
اقدام بکنید. شما میتونید برای پرفورمنس مارکتینگ اقدام بکنید، میتونید برای دیجیتال مارکتینگ اقدام بکنید، میتونید دیجیتال مارکتینگ اکزیکیوتیو، اسپشیالیست، منیجر، سنیور یا و امثال این، مثل پروداکت مارکتینگ منیجر، مثل گروث مارکتینگ منیجر، مثل خیلی چیزای دیگه باشید. پس بگردین خوب و کیورد های مربوط به جاب پوزیشنتون رو خوب پیدا کنید. مرحله دوم، همونطور که تو ویدیوهای مربوط به لینکدین گفتم، اضافه کردن ریکروتر ها و هایرینگ منیجر ها مخصوصا به نتورک لینکدین تونه. بچه ها چرا اهمیت داره؟ چون هر هایرینگ کمپانی و هر هایرینگ منیجری اول از همه اون جاب پوزیشن رو توی لینکدین خودش و توی نتورک خودش تبلیغ میکنه و ترجیحش اینه که آدم ها رو از توی نتورک خودش انتخاب کنه. و حتی اگر که ریکروتری باشه و یه جاب پوزیشنی رو متناسب با فیلد شما و متناسب با رزومه شما بدونه، خودش معمولا بهتون پیام میده و یا ایمیل میفرسته، چه توی گلستور چه توی لینکدین، و بهتون جاب رو آفر میده و شما میتونید باهاشون بیشتر راجع به جاب صحبت کنید. مرحله سوم راجع به اپلای کردنه. باید خوب بدونید که چه رزومه میخواید آماده کنید. ما قبلا هم با هم صحبت کردیم در مورد اینکه رزومه خیلی باید متناسب با جاب پوزیشنی باشه که شما در موردش دارید ریسرچ میکنید و میخواید براش اپلای کنید. حتما برگردید و ویدئوهای رزومه رو خوب نگاه کنید. در مورد رزومه نوشتن در نظر بگیرید که اگر فیلد حقوقی اگر که فیلد خاصی رو دارید اپلای میکنید براش، حقوقش میتونه چقدر باشه و در مورد اینکه چقدر حقوقش تا کجا میتونه ادامه داشته باشه، از کجا تا کجاست، میتونیم با هم دیگه بیشتر صحبت کنیم. بچه این که چطور یه ایده در مورد رنج حقوقا داشته باشین، دو تا راه حل، سه تا راه حل خوب هست. اولیش اینه که اصلا کیبوردتون رو، کیبورد پوزیشنتون رو توی گوگل سرچ کنید. برای هر جایی که میخواید و بهتون یکم ایده میده در مورد اینکه سرچ کنید. میتونید همون اولا رو باز کنید، مثلا بهتون میگه که توی کانادا از اینجا شروع میشه تا اینجا یا هر جای دیگه. و یه راه دیگه اینه که میتونید برید توی کمپانی های مختلف و حقوق همون کمپانی رو ببینید، یا اینکه میتونید بیاید گلستور و کیورد پوزیشنتون رو سرچ کنید، منطقه رو هم سرچ کنید و ببینید که اون رنجی که الان اینجا مثلا پیپل گذاشته برای کاستومر ساکسس منیجر، میبینید که مثلا 43,000 تا 55,000 تاست. ولی اگر که بگردیم مثلا پروداکت منیجر رو زده 60 تا 88، واقعا میتونه متفاوت باشه بسته به رزومه‌ای که دارین، بسته به اکسپریانستون، بسته به مهارتتون، ولی خیلی میتونه کمک کنه. یا مثلا اگر که سرچ کنید کمپانی رو برید، یه سالری رو برید اینجا بزنید دیسکاور سالریز و برید ببینید که مثلا میخواید دستتون بیاد که فیسبوک توی دابلین چقدر حقوق میده برای پوزیشن های مختلف. اگر که برید نگاه کنید میبینید 691 سالری براش ثبت شده توی پوزیشن های مختلف، مثل انجینیرینگ، مثل سیلز، مثل مارکتینگ، مثل پروجکت منیجمنت. اگر که من الان پوزیشن مارکتینگ اسپشیالیستش رو باز کنم، میتونید ببینید که تقریبا 47,800 تا اوریج میانگین هست، ولی اگه بخوایم رنج رو نگاه کنیم از 36 تا 61,000 تا برای مارکتینگ اسپشیالیست داره حقوق میده فیسبوک. پس این یکی از راهاشه. اگر که توی لینکدین هم سرچ کنید، لینکدین هم داره یه دونه شبیه به این، ولی لینکدین به نظر من به اندازه گلستور خوب نیست، ولی ارزشش رو داره. اگر که سرچ کنید لینکدین سالری، میتونید همین نکته این لینک اول لینک رو براتون میذارم، میتونید توی دسکریپشن توی لینکدین سالری اگر که سرچ کنید، مثلا نوشته سرچ جاب تایتل، من اگر که سرچ کنم و
بعضی از شغلا لینکدین خیلی کلا دیتا سالریش بنظرم هنوز کمتره، ولی بازم بهتون ایده میده. یعنی اگر که مارکتینگ منیجر رو نگاه کنید میبینید که مثلا زده بیس سالری از 50,000 حدودا اوریجش 50,000 تاست و از 30,000 تا 75,000 تا 77,000 تا میتونه متفاوت باشه و واقعا میتونه متفاوت باشه. اگر که مثلا دابلین رو برید نگاه کنید میبینید که تا 78,000 تا حتی بیشتر از این میتونه خیلی متفاوت باشه و میتونید کمپانیای مختلف نگاه کنید، سرچ کنید و خیلی موقع ها توی جاب دسکریپشن هم نوشته و مثلا اینجا بهتون یک کمی دیگه در مورد تایتل های مختلف دیگه میده، یه ایده هایی میده و بدونید که اینا اوریجه و خیلی بسته به رزومتون داره، خیلی بسته به مصاحبتون داره، ولی بهتون کمک میکنه. چیز دیگه ای که توی مرحله سوم به نظر من اهمیت داره سرچ کردن در مورد کمپانی، خوندن در مورد کمپانی و خوندن در مورد آدم هایی که مخصوصا قرار تیم شما باشن یا یه کمی مطالعه سیوی بقیه ی آدم هایی که هم تیمی شما و هم کمپانی شما میشن. اگه کمپانی خیلی بزرگ باشه قطعا خیلی سخت‌تر میشه، ولی اگه که کمپانی لارج سکیل نباشه، مید سکیل باشه، یه اسکن کردن رزومه هم میتونه بهتون کمک کنه ببینید که قراره با کیا هم تیمی بشین. ولی در مورد اینکه چطور در مورد کمپانی بخونید، به نظر من حتما برگردید و لینکدینش رو پیدا کنید و علاوه بر این میتونیم با هم دیگه الان بیشتر صحبت کنیم. به نظر من خوندن نظرات همتیمیا، خوندن نظرات کارکنان یه شرکت خیلی میتونه به اینکه شما یه ایده ای داشته باشید راجع به اون کمپانی کمک کنه و علاوه بر این بدن هم به دردتون میخوره که جلوتر میگه. اگر که بیاید توی گلستور و کمپانی رو سرچ کنید توی حالا لوکیشن خاصی اگه مد نظرتون هست، اگه کشور خاصی مد نظرتون هست میتونید برای اون کشور سرچ کنید و نگاه کنید، ولی علاوه بر اوورویو که میتونید برید توی قسمت کمپانی اوورویو و ببینید که اصلا کمپانی چقدر سایزش چقدره، تایپش چطوره، چقدر رونیو ثبت کرده، کیف ثبت شده و یا کجا ثبت شده، چه هدکوارتر هایی داره، به نظرم حتما به قسمت اوورویو گلاسدور مراجعه کنید. ولی یه نوع قسمت دیگه که خیلی اهمیت داره قسمت ریویو ها هست که ریویو ها بهتون کمک میکنه که یه اطلاعاتی داشته باشید راجع به اینکه نظرات کارکنان اون شرکت راجع به اون شرکتیه. البته که کامل نیست، ولی خیلی موقع حتی بهتون کمک میکنه که بنفیت ها هم پیدا کنید، ببینید که چه مزایایی بهتون میده، آیا تعطیلات اضافه تری وجود داره، آیا نمیدونم بازنشستگی خاصی، هر گونه ساپورتی برای تعطیلات بهتون چیزی میده یا هر چیزی شبیه به این. نظرش راجع به تیم چطوره، نظرش راجع به فرهنگ شرکت چطوره هر کسی، و خیلی موقع ها میتونید از تو همینا خیلی نکاتی پیدا کنید که توی مصاحبهاتون خیلی بهتون کمک میکنه. نکته مهم دیگه تو این قسمت خوندن سوالای مصاحبه است. سوالای مصاحبه رو از کجا پیدا کنیم؟ سوالای مصاحبه به دو دسته تقسیم میشن. یکی مصاحبه اچ‌آره که یه سری نمونه سوال من میذارم که لینکش رو توی دسکریپشن، خیلی 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 تاکید میکنم اهمیت داره که خودتون رو برای این سوالا آماده کنید. چجوری میتونید آماده کنید؟ جواب این سوالا رو میتونید بنویسید. به نظر من حتما ویدیوهایی که مربوط به سوالای مصاحبه از لینکدین هست رو تماشا کنید، چون بهتون و جوابهاش رو هم تماشا کنید چون بهتون ایده میده. حتی در مورد نمونه جواب‌ها ریسرچ کنید، ببینید که چطور جواب بدید جواب متناسب تری و مناسب تری برای اون پوزیشن میگید. بنابراین چیزی که اهمیت داره اینه که در مورد سوالات مهمترین سوالایی که خودتون رو باید براش آماده کنید برای مصاحبه HR مسوالاییه که توی لینکدین من براتون لینکش رو توی دسکریپشن میذارم. واقعا مهمترینش همین 26 تا سواله و حتما این 26 تا سوال چند تاشون ازتون پرسیده میشه. پس خودتون رو آماده کنید. نکته مهم اینه که این سمپل این سوالات جواب نمونه دارن و این خیلی به شما کمک میکنه به جوابی که بتونه قانع کننده باشه و بتونه اطلاعات درست
پست رو به اشتراک بذارن. حتی ویدئویی دارن که میتونید زبان بدن آدم روها رو هم نگاه کنید و یاد بگیرید. برای اینکه بتونید لینکدین پرمیومتون رو برای یک ماه ترایلش رو فعال کنید، حتما باید اون لوکیشنتون رو از ایران به یک کشور دیگه تغییر بدید. مهم نیست که چه کشوری، مهم اینه که ایران نباشه. متاسفانه به خاطر اینکه متاسفانه شامل حال ایران نمیشه در حال حاضر، ولی اگر که لوکیشنتون رو به هر کشور دیگه تغییر بدید و اصلا مهم نیست، آدرس دقیق نمیخواد، فقط کشورش رو تغییر بدید، میتونید یک ماه رایگان از لینکدین استفاده کنید، این ویدیوها رو نگاه کنید، میتونید حتی رکورد کنید، جواباشو پرینت اسکرین بگیرید برای خودتون، ولی مهم اینه که این جوابها رو کاستماایز کنید متناسب با فیلد خودتون، متناسب با رزومه خودتون، و انقدر از روش بخونید تا کاملا آماده باشید برای مصاحبه. نمونه سوالای دیگه هم هستن که اگر سرچ کنید HR interview question and answer کاملا میبینید که 50 تا سوال command که اون وسط هستن، رایجش که اون وسط میان ازتون پرسیده میشه توی مصاحبه آنلاین، توی مصاحبه حضوری یا توی مصاحبه تلفنی چیا هست، و همیشه از این سوال شروع میشه که در مورد خودت به من بگو، یا اینکه من رزومتو دارم بیا راجبش بیشتر صحبت کنیم. سوالای اشاره و علاوه بر این در مورد سوالای فنی هم تا حد میتونید سرچ کنید اگر که توی گلستور اضافه شده. سوالای مصاحبه را از کجا پیدا کنیم الان با هم میبینیم. بچه ها باید بیاید توی گلستور و کمپانی که دارید براش اپلای میکنید یه جاب پوزیشن براتون فرستاده، سرچ میکنید توی مکانی که مد نظرتون هست، بعد توی قسمت کمپانی ها میتونید ببینیدش، یا اینکه میتونید برید اصلا سرچ کنید ببینید که چه جاب پوزیشن های بازی وجود داره. ولی از همه مهمتر چیه؟ از همه مهمتر اینه که برید و اینترویو هاشو بخونید. اینترویو ها رو خیلی راحت میتونید توی قسمت دیسکاور اینترویو بزنید. مثلا میتونید سرچ کنید ببینید که فیسبوک چه اینترویو هایی داشته. خب الان شما میتونید ببینید که جاب اینترویو های فیسبوک توی ایرلند چطور بوده. اول از همه اینطوری که میتونید ببینید که اینجا چقدر مثبت بوده جوابایی که دادن، یعنی چند نفر استخدام شدن، چقدر منفی بوده و چقدر از کمپانی ریفرال بوده. حتی میتونید ببینید چند نفر توی کمپانی ریفرال کردن، چند نفر ریکروترها معرفی کردن و چند درصدشون اپلای آنلاین بوده. یه دیفیکالتی هم میده که بهتون یه ایده میده راجع به اینکه چقدر مصاحبه ممکنه سخت باشه. میتونید جاب پوزیشنی که مد نظرتون هست رو امتحان کنید، انتخاب کنید و بعد مصاحبه ها رو ببینید. یعنی چی؟ مثلا اگه میخواید برای پوزیشن سافتویر انجینیر اپلای کنید، حتما روی قسمت سافتویر انجینیر کلیک کنید که بعد میای توی این قسمت و میبینید که جاب پوزیشن هایی که هست، همینطور که میبینید الان من یه عد هم اینجا دارم، جاب پوزیشن هایی که هست، اون جاب پوزیشنی که انتخاب کردین چه سوالاتی ازشون توی مصاحبه ها شده و آیا اکسپت شدن توی مصاحبه در نهایت یا نه. میتونید بعضی موقع ها حتی جواب هم اضافه میشه که میتونید یه ایده بهتری پیدا کنید راجع به این قضیه. در مورد مراحل مصاحبه هست، مثلا میگه من یه فون اینترویو داشتم که در مورد با این شروع شد که در مورد خود توضیح بده، تمام فون اینترویو ها حتی تمام مصاحبه های حضوری با این سوال شروع میشه و حتما سوال ها از قبل جوابش آماده کنید که نکته ای رو از دست ندید. و در مورد مثلا سوالای فنی هم حتی خیلی موقع ها توضیح داده میشه. میتونید ادامه بدید بخونید و دونه دونه بررسی کنید. همینطوری که میبینید مثلا الان حتی اینجا نوشته که چه سوالی هست، حتی توی قسمت فنی ازشون پرسیده شده و جواب ها هم هست. این خیلی 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 کمک میکنه به اینکه یه ایده داشته باشید که سطح سوالات چجوریه. اما به جز این اگر مثلا میخواید من باشم و بخوام سرچ کنم برای پوزیشن سافتویر انجینیری اقدام کنم، حتما میرم اینترویو کوئسشنز، حتما اینو سرچ میکنم و امثال
50 تا سوال برتر، 31 سوال برتر و امثال اینو میخونم. البته مثلا برای برنامه نویسی دوباره پلتفرم‌های دیگه‌ای هست که میتونید برید امتحان کنید، جواب سوالا رو توی فرآیندها شرکت کنید و امثال این. خب پس حتما سوالا رو سرچ کنید، مصاحبه ها رو توی فیسبوک بخونید و خودتون رو برای جواب‌های ممکن آماده کنید. مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی آماده کردن کاور لتر. کاور لتر چی هست اصلا؟ هدف کاور لتر اینه که علاقه شما رو نسبت به اون جاب پوزیشن و نسبت به اون شرکت نشون بده. چه المانایی داره؟ چقدر باید باشه؟ چیا باید توش باشه؟ چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که خیلی کوتاه خونده بشه. حتی میگن باید معمولا توی 10 ثانیه تموم بشه و توی 10 ثانیه اسکن بشه کردش و این 10 ثانیه شامل دو تا سه تا پاراگراف باید باشه. این دو تا سه تا پاراگراف باید خیلی کوتاه باشن و در مورد چیا باید باشن. پاراگراف اول 2 تا 3 خط در مورد توانایی ها و مهارت های شما و یه سابقه کوتاهی از کارتون. مثلا من 7 ساله توی برای مثال من 7 ساله توی فیلد برنامه نویسی توی شرکت های مید اسکیل، لارج اسکیل و استارتاپ کار کردم و و و این و اینها کی ولیو هایی هستن که میتونم ارائه بدم. پاراگراف دوم باید چی باشه؟ پاراگراف دوم باید دستاورد هاتون بر مورد جاب پوزیشنی باشه که دارید براش اپلای میکنید. مثلا من 3 سال توی جاب پوزیشن مشابه کار کردم و این 3 تا بزرگترین دستاورد هم بوده. و پاراگراف سوم چیه؟ در واقع قولی که شما دارید جلو جلو به اون شرکت میدین که اگر که من به تیم شما و کمپانی شما جوین بشم حتما این رو برای شما، این عدد ولی رو برای کمپانی شما و برای تیم شما خواهم داشت. حتما در پایان تشکر کنید و حتما بگید که منتظر خبرتون هستم. این باید خیلی کوتاه باشه و از همه چی مهمتر پلین تکست. اصلا پلین هیچ چیزی نباید باشه، هیچ عکسی نباید باشه، نباید اصلا کادری داشته باشین، هیچ چیز اضافه ای نداشته باشین. یه صفحه آ4 ساده ساده. خود سعی کنید که خروجی رو PDF بگیرید، اسم و فامیلتون اول و یه تشکر در آخر. من سعی میکنم که یه نمونه براتون بذارم لینک. مرحله بعدی اپلای کردن با CV و رزومه‌ای که متناسب با جاب پوزیشن آماده کردین. یه چیزی که اهمیت داره اینه که منتظر باشید اگر که مصاحبه ای ست شد براتون حتما توی مصاحبه به چند تا نکته اشاره کنید. شما عاشق پروداکتید ولی چرا؟ چراشو بگید. شما عاشق اینید که به این تیم جوین بشید ولی چرا؟ شما عاشق اینید که به این شرکت جوین بشین ولی چرا؟ این چراها رو میتونید با بررسی پروداکت، با بررسی CV تیم یه کمی و علاوه بر این با برگشت به نظراتی که راجب شرکت و راجب تیم توی گلاس دور خوندین یه کمی چند تا نکته در بیارید و چند تا جمله بسازید و بگید. مطمئن باشین که خیلی تاثیرگذاره. من قول میدم بعد از اینکه مراحل مصاحبتون طی شد، بعد از هر مرحله اگه چند روز طول کشید و به شما برنگشتن، سعی کنید حتما یه ایمیل فالوآپ داشته باشید. ایمیل بزنید که با توجه به اینکه من خیلی علاقه دارم که به شرکت شما و به تیم شما جوین بشم، دوست دارم بدونم که نتیجه مصاحبه چی شد و آیا فیدبکی در مورد مصاحبه من یا تسک من وجود داره یا نه. بچه‌ها یه چیز خیلی مهم باید بدونید که واقعا ممکنه برای 50,000 تا شرکت اپلای کنید و واقعا ممکنه که کمتر از 500 تاشون حتی به شما جواب بدن و واقعا مهمه که از این 500 تایی که دارن بهتون جواب میدن بدونید، خودتون رو آماده کنید که بین 30 تا 50 تاشون ممکنه واقعا برای شما مصاحبه ای ست کنن و اگه مصاحبه رو گرفتید خیلی خوشحال باشید. خودتون رو برای تعداد ریجکشن خیلی بالا آماده کنید، به خاطر اینکه همینطوریه، به خاطر اینکه خیلی موقع ها حتی هست که اصلا آدم ها نمیخوان استخدام کنن، صرفا میخوان رزومه ها رو جمع کنن برای روزی که نیاز دارن بهش. بنابراین ناامید نشید، ناراحت نشید و ادامه بدید. مطمئن باشید که همیشه تلاش کردم در یه نقطه جواب میدن و اون نقطه‌ای که باید اون لحظه جواب بده. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. لایک کنید، سابسکرایب کنید
اگر که فکر میکنید این ویدیو به کسی کمکی میکنه، لطفا باهاش به اشتراک بذارید. بیاید دست هم دیگر رو بگیریم، با هم رشد کنیم. تو دنیا جا برای هممون هست. حال دلتون خوب باشه، خوب و خوش باشید.